سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشد. امروز میخواهم یه نون رولتی خوشمزه براتون درست کنم، با من همراه باشید. من از یه قاشق غذاخوری پودر بهبود دهنده استفاده میکنم و مقداری آب روی اون این میریزم و با هم مخلوط میکنم و میذارم 2-3 دقیقه استراحت کنم. من از یه دونه تخم مرغ استفاده می کنم. یه دقیقه لیوا تخم مرغ رو به هم می زنیم. یک قاشق چای خوری نمک را اضافه می کنم. و یک قاشق چای خوری پودر هل که طعم خوبی به این نون ها می دهد. پودر هل با تخم مرغ به هم میزنیم تا اونجایی که یک نواشن. من 200 میلی لیتر شیر را اضافه میکنم. و حالا پودر بهبود دهنده هم اضافه میکنیم. من 250 گرم آرد را به موادمون اضافه میکنم. حالا من آردم خمیرم یه ذره شله، میخوام یه ذره آرد دیگه اضافه کنم. بستگی به نوع آردی هم که استفاده میکنین داره، شاید به یه ذره آرد بیشتر استفاده کنی اگه شل در اومد. من از 30 گرم کره استفاده میکنم. اون رو با خمیرمون مخلوط میکنیم. تا اونجایی که یک نواخت بشه. اینم از خمیر من آماده است. اینو میذارم که 1 ساعت استراحت کند. برمیگردیم. اینم از خمیر من بعد از 1 ساعت که آماده است. مقداری آرد میپاشیم. حالا پف خمیر رو میگیرم. خمیرش خیلی نرم است. من یکم با دستم پف اون رو میگیرم و شروع به پهن کردنش میکنم. به کمک یه وردنه خمیر رو باز میکنیم. من الان خمیر رو پهن کردم و از یه مقدار کره استفاده می کنم. اینو می مالیم به خمیرمون. یه 30 گرمی کره احتیاج است. من از مقدار شکر نیشکر و دارچین، پودر دارچین استفاده میکنم. اینو میپاشیم رو خمیرمون. و من از 30 گرم گلوی خرد شده استفاده می کنم. اینو هم می پاشیم رو نونمون و 30 گرم هم کشمش. من الان خمیر رو رول می زنم. چون که خمیرش یکم شله، یه ذره سخت تا اونو رول بزنی. من حالا اینا رو با یه پیتزا بر میبرم.
نونا را میچینیم روی سینی فر. و من از یه دونه زرده تخم‌مرغ همراه زعفرون و یکم شیر برای رومالمون استفاده میکنم. پس مقداری خلال بادوم برای تزیینش استفاده می کنم. من الان اینو میذارم داخل فر نوای 180 درجه به مدت 20 تا 25 دقیقه. نم از نونهای خوشمزه من و واقعا عطر بوی خیلی خوبی داره. کلن پخته است. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشد. خیلی خیلی خوشحال میشم دوستای عزیزم از من حمایت کنید. سابسکرایب یادتون نره، لایک و کامنت.